الله الرحمن الرحیم سلام دوستان گرامی بریم درس امروز ریاضی دوازدهم تجربی هم مخصوص رشته ریاضی هم هست در حسابان دارن فرقی نمیکنه از فصل اول مبحث انتقال نمودار تابع یا تبدیل نمودار را مورد بحث و بررسی قرار بدی ان که امیدوارم شما هم حمایت بفرمایید با لایک و کامنت را فراموش نفرمایید فیلم را نگاه میکنید و استفاده میکنید و از شما متشکر خواهم شد و همچنین مهمانان عزیز هم عضو کانال بشن خب بریم به امید خدا شروع کنیم ببینیم که به صورت خیلی خیلی ساده با همدیگی یاد بگیریم خیلی آسون بدونیم که بحث انتقال نمودار تا به تبدیل نمودار چی هست اول بریم یکی یکی شروع کنیم در کجاها انتقال و تبدیلات میتونه صورت بگیره اولین موضوع ما باشد انتقال بر روی محور ارزها شما میدونید دو تا محور میشناسید x را میگید محور بذار رنگش هم آبی کنم متفاوت باشه اسخای می کنم این میگید محور طولها ها را میگید محور ارزها ببینید شما تابع y مساوی با f(x) f(x) یک ضابطه هست را در نظر بگیریم حالت کلی انتقال بر روی محور ارزها به صورت fx به علاوه منهای بی هست یعنی این میتونه با یک عدد جمع بشه یا یک عدد ازش کم بشه خب بی عدده مثبت بی یعنی در جهت مثبت محور y ها شما میدونید اینجا همون جوری که اینجا کشیدم این جهت جهت مثبت منهای بی یعنی در جهت منفی بی نمودارت حرکت بدی به اندازه اون عدد بر روی محور y ها خیلی خیلی ساده هست این اصلا کار سختی نیستش بحث بسیار بسیار آسونی هست بس مثبت بی در جهت مثبت منفی بی در جهت منفی بهترین کار اینی که بریم با مثال چیکار کنیم حلش کنیم خیلی خوب در با تمرین باشه که خیلی خوب یاد بگیریم امیدوارم که قلم و کاغذت هم آماده است همزمان داری تمرین میکنی خیلی خوب یاد بگیری و نکات اصلیش یادت بیفته و با حل تمرین های بیشتر از منابع مختلف مخصوصا کتاب درسید تسلطت روش خیلی خیلی زیاد شود بریم شروع کنیم گفته هر یک از تبدیل های تبدیل نمودار های را انجام بدید ببینید شما یه سری مادر تابع هست یعنی تابع اصلی هست باید اونا رو بشناسی مثلا x2 را میشناسی چی هست x2 به این صورت هست درسته اگر منفی x2 باشد به این صورت. پس این x2 این منفی x2 من میگه x2 را تبدیل کنم به x2 به علاوه 1 خب بی من اینجا الان مثبت 1 یعنی چیکارش کنم خب این پایینی رو پاک کنم منفی x سوال نبود فقط جهت یادآوری گفتیم بیام چیکارش کنم این رو بکشم بعد دوباره بیام حالا به این صورت باشد اگر اینجا جا بشه که میشه من بیام یعنی این اگر یه مقدار این پایین تر کشیده بودم قشنگتر تر میشد درسته خب بیام چیکارش کنم این را یک واحد ببرم بالا تموم شد رم. یعنی این الان x2 باشد این x2 به علاوه یک خیلی خیلی ساده به من میگه x بعد تا به x را هم من باید بلد باشم بدونم چی هست تا به درجه سه مادر تابعش به این صورت هست خب بلد شما اینه میکشی از اینجا به این صورت میشه این x ایگرک مساوی با X3 اگر بخوای اون یکی بغل دست به این صورت بکشی خب اگر من بد نکشم این منهای ایکس چجوری می نویسی ایگرک مساوی با x از ناحیه اول و سومه ایگرک مساوی با منهای x از ناحیه دوم به چهارمه اینجام همینه قشنگ اینا ببین کنار هم تو ذهنت بمونه یاد بگیری اون البته نیمسازهای ناحیه اول سوم بود این درجه سه را دارم من میگم خب بس من اینو بذار پاکش کنم برم هم چی رو انجام بدیم این انجام بدیم خب با رنگ دیگه انجام میدیم خیلی خوب یاد بگیریم منهای دو یعنی دو واحد در جهت منفی ایگریک ها حرکتش بدم یک دو یعنی به این صورت خواهد شد خیلی خیلی ساده این الان شد ایگریک مساوی با ایکسه منهای دو خیلی ساده یاد گرفتیم بسیار بسیار آسانه چیز سختی نیست y مساوی با قدر مطلق e از از اون مادر هاست که شما باید بشناسی قدر مطلق x میدونی که y مساوی با x را بلدی درسته خب حالا به این صورت بکشم آ قشنگ میخوام یاد بگی این y مساوی با x وقتی که قدر مطلق x باشه یعنی Xات چی بشه اگر منفیم هم شدن همه y مثبت میشه بس این برمیگرده به سمت بالا درسته این الان چی هست یه هفته دیگه مساوی با قدر مطلق x یک هفته میگه منهای یکش کن یعنی یک واحد در جهت منفی یک ها جابجاش کن وقتی که جابجاش کنم رنگ دیگه همینجا می نویسم یعنی جدید من اگر اینو درست کشیده باشم حالا یه واحد مثلا این ببخشید یه ذره بد میشه من با عجلم نگم اینه منهای یک دیگه درسته از نقطه صفر یه واحد بیارمش عقب اینم میشه الان چی این الان شد این درسته رادیکال X باید بلد باشی باز رادیکال ایکس از اون نمودارهایی است که شما باید کاملا بلد باشی مادر نمودار هست آه. رادیکال ایکس ی مساوی با رادیکال ایکس به این صورت. درسته این ی مساوی با رادیکال ایکس حالا به من گفته چیکارش کن مثبت دو کن یعنی دو بی الان اینجا هست مثبت دو یعنی دو واحد در جهت مثبت ایگرک ها جا کن آیا کار سختی است نه خیر اصلا سخت نیست میگم یک دو دو واحد میبرم بالا این الان میشود چی این همین یک مساوی با رادیکال ایکس به علاوه یک دیدی که بسیار بسیار تا اینجا چی بود ساده بود اما بریم موضوع در مورد جابجایی در ایرکه رو خیلی خوب فهمیدی حالا بریم جابجایی روی محور طولها یا ایکس ها ببین اونجا دیدی وقتی که عدد مثبت بود در بسخایی ج... <تصح> میکنم در جهت مثبت میرفتی عدد منفی بود در جهت منفی اما انتقال روی محور ایکس برعکس عمل کن اگر مثبت بود منفی جابجاش کن درسته اگر منفی بود در جهت مثبت جابجاش کن خب یعنی برخلاف تجسم به اون چیزی که میدونیم مثلا ایگریک اما مساوی اف ایکسه. ببین اونجا اف ایکس جا به علاوه بی می‌کردی، ولی جابجایی روی محور اما جابجایی جایی روی محور X ها X آ اومده یعنی همون نقش بی را بازی میکنه ولی اومده داخل پرانتز دیگه بیرون پرانتز نیست چون اومده پیش X داخل پرانتز افتاده پس من باید جا به روی محور X ها باشد الان این مثبت در جهت منفی ایکس ها جا, به جا میشه منفی هست در جهت مثبت X ها جا به جا میشود درسته؟ خب باز با چی بهتر میفهمیم؟ با حل تمرین گفته ایگرک مساوی با قدر مطلق x را رسم کنید درسته و نمودار را به دو حالت ایگرک مساوی است با قدر مطلق x بلا بیده ببین دیگه بیرون نیست اومده داخل پیش قدر داخل قدر مطلقه و قدر مطلق x منهای یک را ها به دو حالت میخوایم ببریم خب بریم تمیز و زیبا سعی کنیم اینجا بکشیمش و با هم دیگه تمرین کنیم حالا قبل از اون میتونی متوقفش کنی خودت انجام بدی ببین هدف اینجا با مثال های ساده یاد گرفتن اول و بعد شما میتونی با مهارت های اولیه که به دست میاری با تمرین زیاد دیگه مسلط و مسلط بشی قدر مطلق ایکس دیدیم که بلد بودیم یه هفت بود که ته هفت کجا بود مبدع مختصات درسته این ایگرک ها این ایکس ها چون رفته داخل اول بیام ایگرک مساوی با x به علاوه دو را با رنگ قرمز رسمش کنیم خب به علاوه دو یعنی چی؟ یعنی اینکه دو تا در جهت منفی برم یعنی بگم یک دو این الان میشود چی؟ ایکس مساوی است با قدر مطلق x به علاوه دو گفتم که خلاف ذهنمون عمل میکنیم دیگه درسته؟ حالا بیام با رنگ مثلا این یکی رنگ بیام چی را بعد بگه x منهای یک یعنی یه دونه یه دونه جا, به جا بشم ولی در جهت مثبت خلاف ذهنمون یعنی اینم می شود که نمودار y است با قدر مطلق x منهای یک بس دیدی که تا اینجا جابجایی اصلا هیچ نکته سختی نداشت خب حالا بریم گفته نمودار این دوتا تابع را خب اینجا هم داخل پرانتزه هم بیرونه یعنی هم جابجایی روی x ها داریم هم جابجایی روی y ها رو هر دو داریم x بالاترین توانش دویه بس درجه دومه بالاترین توانش 3 درجه سومه و پشت x هم علامت مثبت داره یعنی ضریب x2 حتما علامت مثبت داره و اینجا هم مکعبش خارج کنی ضریب x3 هم حتما علامت مثبت داره حالا چجوری رسمشون کنم دوباره بیام یکی یکی اینها رو جدا جدا رسمشون کنم چون یکیش درجه دومه یکیش درجه سومه خب درجه دوم ایگرک مساوی با x دو رو من بلد هستم این الان چیه ایگرک مساوی با x دویه خب اول همیشه داخل پرانتزت انجام بده داخل پرانتزت انجام بده منهای یک یعنی ببین انتقالات این خواهد شده ببین من این الان x2 اگر بشه من های یک یعنی میاد اینجا درسته یه واحد میاد این این الان میشود چی ببین اینجا این کار انجام بدم این شد y مساوی با x من های یک به توان دو این x2 بود درسته حالا بعد چه کارش کنم من های با دوباره بیرون بی من من های یک یعنی آی منم اینجا من های بیه منم منهایی که این خلاف تصور عمل میکنیم این همون در تصور خودمون بعد حالا بیارمش یه واحد پایین یعنی این از این نقطه بیارمش اینجا حالا یه رنگ دیگه باشد یعنی به این صورت خواهد شد یعنی این الان چی هست؟ این همون نمودار ایگرک مساوی با ایکس منهایی یک به توان دوی منهایی یک خواهد شد درسته؟ پس این خیلی ساده اما برای این یکی اول اینجا فیلم متوقف کن زحمت بکش خودت انجام بده بعد دوباره با هم دیگه انجام بدیم خب امیدوارم که این کار کرده باشید اما بریم ببینیم که ایگرک مساوی با ایگرک مساوی با ایکس به علاوه یک سه را چه کارش کنم خب بیام همون با این رنگ اول این رسمش کنم هیچ ایرادی ندارد ایگریک مساوی با x3 را دیگه قبلش فهمیدی یاد گرفتی این ایگریک مساوی با x3 هست درست حالا یه ذره بد میکشم شما ببخشید تا به درجه سوم اول داخل پرانتز بلاوه یک یعنی یه واحد بیارم این برا یه برعکس ذهنمون عمل میکنیم دیگه بلاوه دو یعنی دو واحد ببرم بالا ببین این مختصاتش هم میتونستی به دست بیاری ها. یعنی بگی بلاوه یک یعنی یه دونه بری سمت چپ دو دوتا بری بالا اصلا به این نمودارته اینجا رسم کنی این به دست میاد خیلی خیلی ساده در اون یکی هم میتونستی این کار کنی یعنی اول بگی منهای یک یعنی یه دونه برم سمت راست اون منهای یک یعنی یه دونه بیام پایین بعد میامدی اون نقطه بعد میامدی ته نمودارت میذاشتی اونجا هیچ فرقی نمیکرد یعنی دو حالت هم میتونی عمل کنی اما بریم ببینیم بحث بعدی چی هست آها یه عدد پشت تابه زابطه بیاد به علاوه منهای کا کا باز یک عدده یادت باشه یعنی این تبدیل بشه به این درسته مثبت کا یادت باشه برد تابه خروجی های رو کا برابر میکنه ما ورودی ها میگیم تابه ماشین همه بهت گفتن همه معلمان مثال میزنن ورودی هاش میگن ایکس یا دامنه خروجی ها رو میگن برد برد تابه خب یعنی هر عددی بذاری تابع یه عدد میده خروجی بیرون اون عدد میشه برده ببین یادت باشه اگر پشتش یه عددی بیاد برد تابعت رو کابرابر میکند مثبت اگر منفیک ها هم برد رو کابرابر میکنه و همچنین نسبت به محور ایکس ها نیز قرینه میکنند نسبت به محور ایکس ها نیز قرینه مینماید بریم مثال حل کنیم گفته نمودار ایگرک مساوی با f(x) را به صورت زیر است با توجه به آن نمودار منهای f(x) ایکس منهای یک را حساب کنی ببین این منهای یک یعنی چی؟ یعنی در جهت مثبت حرکتش بدی یعنی اینجا الان آ مساوی با منهای یک درسته؟ بعد منفی پشتش داره یعنی نسبت به محور x ها یعنی این محور چه کارش کنی؟ قرینش کنی خب یک یکی یکی بیاریم اول از داخل شروع کنم بعد قرینش کنم منهای یک, یک یعنی یه دونه دیگه بیارمش این بر این بشود این درسته این الان ایگرک مساوی با چی هست ایگرک مساوی با اگر اف ایکس مثلا یه ضابطه بوده حالا گفته همون را نگی حالا مثلا ایگرک مساوی قدر مطلق نه اف ایکس رو داره میگه یعنی مثلا این الان بوده چی قدر مطلق ایکس منهای یک بوده در اصل دیگه قدر مطلق اف ایکس قدر مطلق x منهای یک بوده درسته؟ اون اینه که قبلش داشت ولی اون اومده گفته آقا او f اصلا اینه حالا من میام منهای یکش میکنم یعنی یه واحد میارم این بر. منفی پشتشه یعنی قرینش میکنم ببین شکلت این خواهد شد شکل نهایی شما یعنی اینه به این صورت الان قرینه شد این الان چی شد؟ شد y مساوی با منهای f x منهای یک یعنی نسبت به محور x ها قرینه شد. بریم سراغ حل یک سوال کنکور سراسری بسیار بسیار سوال جالبیه گفته حل تست کنکور سراسری نمودار تابع ایگریک مسابقه اف ایکس دو به صورت زیره این اف ایکس دویه حالا کاری ندارم تا x یه ضابطه بود و بعد حالا اومد توش دو رو گذاشته حالا گفته به من دامنه تعریف F تابع با ضابطه رادیکال x Fx. چیه آیا من میتوانم از Fx من دو نمودار اف ایکس را بفهمم بله که میتونم یعنی اینکه اف ایکس چه بلایی سرش آورده یعنی اینکه دو واحد برده این بر من بر برگردونم یعنی شما بیای اف ایکس منهای دو حالا به علاوه دو کنی دو با دو میره یعنی اف به دست میاد قبول داری اینه این دوباره برگردونم سر جاش یک دو دو واحد اینور میارم ببین حالا گوش بده من یه بحثی که وجود داره اینجا الان نگاه کن فقط حواست باشه من بیام اول یه ذره این اگر اه... کوچیکترش کنم خیلی قشنگتر تر میشه به خاطر اینکه دلیل دارم یه لحظه وای سا تا بهت بگم بذار من رنگ مشکی رو بیارم اصخایه میکنم این اصلا من میذارم چی؟ این آقا این منهای سه اینه دلیل دارم این دو واحد میخوام بیارم این ور از منهای سه هم میرسه به منهای این میشه منهای چهار این میشه منهای پنج حالا چون قبلا کشیدم دیگه نمیخوام به هم بریزم وقت زیاد گرفته بشه به خاطر این کار کردم اگر یعنی دو واحد نمودارم برگردونم به سمت خب درسته منهای دو بوده برگردم باید بیام به جرجهت منفی ایکس عمل کنم بالا دوش کنم تا بشه اف درسته؟ این بیارم به این صورت خواهد شد درسته؟ نمودار من به چه صورتی خواهد شد؟ به این صورت خواهد شد درسته؟ اگر این ما رنگ دیگه بکشیم قشنگ تره دیگه درسته؟ من بیام با رنگ دیگه بکشم تسلطمون روشی باشه بیشتر باشد خب بذار آهان این دیگه اومد در منهای پنج قطعش کرد زیر رادیکال چی دارم شما میدونی هر چیزی زیر رادیکال بود یا یاد بزرگتر یا مساوی با صفر باشد درسته ایکس یک عدده اف ایکس هم یه علامتی دارد میدونی یا باید هر دو مثبت باشد میدونی مثبت ضرب در مثبت میشه مثبت تا این شرط زیر رادیکال رعایت بشه منفی ضرب در منفی هم میشه چی مثبت یا باید هر دو منفی باشن خب الان نگاه کن این اینی کشیدم این آبیه قبول داری در اینجا هم تابع مثبت هم x مثبت این قسمت x مثبت دیگه در اینجا هم تابع در پایین افتاده زیر محور y افتاده محور اکس افتاده تابع منفی x هم منفیه پس جواب ما این منهای 5 وقتی که دیگه این را من ببین از منهای پنج این اومد دو واحد انتقال دادم منهای سه من شد این دیگه درسته؟ خب یعنی الان اینم آوردم به دو درسته؟ خیلی ساده شد دیگه کار سختی نخواهد بود یعنی این نقاط میشود یعنی می شود منهای پنج و منهای سه خودش از اجتماعش با چی؟ صفر و دو که گزینه چهار را انتخاب می کردی اصولی توضیح بدیم مسلط بشیم همینجوری هم نباشد خب حالا قرینه نسبت به محور ایرک ها درسته؟ اگر منفی اونجا پشت زابطه بشینه نسبت به x قرینه میکرد اما پشت x بشینه قرینه نسبت به محور ایرک ها رخ میدهد یادمون باشد پشت ذابطه خب اینه حواسمون باشه اینجا الان یه چی خواهم کشید پشت زابطه قرینه نسبت به محور x ها بود خب مثلا نگاه کن یه تابه ای اومدن آقا به من دادن شکلش آه. به من میگن چی این به فرض یه تابه دارم اینه این ایگره. این اصلا رنگش میکشم بذار یعنی نمودارش این شده آقا نمودارش این شده در یه دامنه تعریف کرده y مساوی با f(x) به من بگن چیکار کن حالا شما y مساوی با اف منهای های x بگو خب معلومه دیگه قرینه میشود نسبت به محور ایگرک ها یعنی قرینش اینور می میکشم اگر درست بکشم این هم باید این همین هم اندازه ها یک باشد این هم میشود اف منهایی x. پس پشت ایکس منفی بیاد قرینه میکند نسبت به محور ایگریک ها پشت زابطه منفی بیاد قرینه میکند نسبت به محور ایکس ها حالا بریم در مورد انبساط و انقباز نمودار تغییرات دامنه تابه صحبت کنم خب عدد این دفعه بره پشت ایکس یعنی کا بره پای عدد بره اگر کات حواست باشه بزرگتر از صفر و کوچکتر از یک باشد مثلا مانند یک سوم خب شما میدونید صورت یک باشه بر هر عددی تقسیم بشه یک عدد به دست میاد که از صفر بزرگتر از یک کوچکتره هیچ وقت به یک نمیرسه دامنه به اندازه سه برابر منبسط یا باز میشود حالا مثلا یک چهارم باشه چهار برابر یک پنجم باشه پنج برابر یک پنزدهم باشه پنزده برابر یک ششم باشه شش برابر درسته اما اگر کا بزرگتر از یک باشد دامنه به اندازه درسته پس کا کسری بود به اندازه بس کا عدد کسری بود درسته و کسرت کوچکتر از یک بود به اندازه مخرجش باز میشه مخرج کسر اگر کات بزرگتر از یک بود درسته کا به اندازه دامنه به اندازه کا دامنه بر روی محور اکساس دیگه به اندازه کا منقبض یا جم میشود بریم با مثال بگیم خیلی خیلی خوب شما باز یاد میگیرید و بسیار بسیار آسان بوده است گفته اگر اف ایکس به صورت شکل زیر باشد با توسط مطالب انتقال کاموختیم نمودار منهای اف ایکس دوم به علاوه یک خب اینجا یک کا دارم یعنی ایکس را در یک دوم ضرب کرده یه بیرون از ضابطه یه مثبت یک دارم یعنی اون بیه هست درسته یه منفی هم پشت ضابطه دارم منفی پشت زابطه چی کار میکرد؟ قرینه میکرد نسبت به محور چی؟ ایکس ها قرینه میکرد نسبت به محور ایکس ها من اول اینجا بیام آخرین کار اول این داخل پرانتز بعد عمل پشتش بعد برم سراغ بی یعنی ایگرک مساوی است با بلا و منهایی اف ها ایکس حالا به علاوه بود به علاوه بی بود اول اولویت آی بعد کایه بعد این علامت پشتشه بعدش بیه یعنی یک دو سه چهار در تبدیلت این کار انجام بده دوچار اشتباه نشی خب برم ببینم باید چه کارش کنم اول من میام دو برابرش میکنم گفتم دیگه اگر یک دوم باشه کچکتر از یکی دو برابرش میکنم یعنی این را وقتی که دو برابرش کنم به چه صورتی خواهد شد نگاه کن آه. این الان دو برابر شده یعنی اینکه اون دویه سر جاشه این میره به منهای دو این میره به مثبت دو درسته بعد چی کارش کنم گوش بده بعدش بیام قرینه کنم نسبت به محور ایکس ها خب میام قرینش میکنم نسبت به محور x ها گوش بده قرینه کنیم نسبت به محور x ها یعنی بیایم به این صورت خواهد شد بذار باز رنگ عوض کنیم می میکنم خب بیایم چیکارش کارش کنیم قرینه کنیم نسبت به محور x ها درسته این عملم شد چی؟ یعنی از مثبت دو برگرد قرینه بشه میشه میره روی منهای دو این الان تا اینجا شد چی؟ یعنی تا اینجا ایگرک مساویه با منهای اف ایکس دومته جابجا جا کردی حالا یه بلا به یک داره یعنی یه واحد بیارمش بالا یه واحد بیارمش بالا یعنی در جهت این خواهد شد یعنی الان این هستی همون اصلیه یعنی اف ایگرک مساویس با منفی اف ایکس دومه به علاوه یکته در نهایت اینم خیلی خیلی خوب یاد گرفتی ولی آخرین مثال من یک مثال بسیار بسیار زیباست که مربوط مبحث مسلساتم هست درسته؟ خب من میدونم ایگریک مساوی با سینوس ایکس بخوام بکشم در فاصله صفر تا دو پی میکشم به این صورت عمل میکنم من اصلا بهت بگم من سینوس ایگر مساوی سینوس ایکس رسمش کنم من چهار تا اندازه زاویه ها رو برام مهم یکی صفر یکی پی دومه دو یکی پیه یکی سه پی دومه دو یکی دو پیه دایره مسلساتی رو یه دور به چرخم میدونی اینا هستن دیگه این دایره مسلساتی یه دور به چرخمش خلاف اغربه های ساعت این صفره این پی دومه دو این پیه این سه پی دومه اینم برگردم اینجا دو پی دور زدم درسته؟ یعنی به اندازه یک تی یک دوره تناوب چرخیدم اینا رو خوب بفهمید تو فیزیکم خیلی به دردت میخوره حالا من میدونم بخوام این رسمش کنم اینجا میام خب یه ذره اینه ببرم بالاتر الان من میخوام چی را رسمش کنم ایگرک مساوی با سینوس ایکس رو میخوام رسم کنم من میدونم این صفره خب اسم اینه بذارم پی دوم اینه بذارم چی درسته اه... یه ذره ببرم جلوتر اینه بذارم پی اینه بذارم سه پی دوم اینم بذارم دو پی درسته خب شما میدونی میخوای سینوس ایکس رسم کنی چجوری رسمش میکنی میگی سینوس صفر درجه و من الان رنگ رو عوض میکنم که بدونیم چی به چیه این رنگ آبیه اینه بیارم خیلی خوبه نه. بس یکیش اینه سینوس ی مساوی با ای به جای ایکس بذارم صفر سینوس صفر درجه میدونی صفر بس یکیش اینه سینوس پی دوم دو میدونی مثبت یک من الان یه ذره میخوام نمودار قشنگی تر بشه اینه میذارم منفی یک اینه میذارم مثبت یک یعنی این الان صفرت این شد پی دومت دو سینوسش چقدر؟ مثبت یک بعد این پی میدونی دوباره ایگریک مساوی با سینوس پی دوم مساوی با چقدر؟ یک درسته ایگریک مساوی با سینوس پی میدونی دوباره سفره یعنی یه نقطتم هم میشه این دوباره میدونی ایگریک مساوی با سینوس سه پی دوم اگر به دایره مسلساتی مسلط باشی برابر با منهایی که آینم میم روبروی این اینم اینجا یعنی اینم منهای یکی این نقاط بعد دوباره میدونی ایگرک مساویس با سینوس دو هم چون به روی صفر دوباره برگشتی مساوی با صفره یعنی یه نقطه میشه این شما وقتی که این نقاط را به هم دیگه وصلش میکنی نمودار ایگرک مساوی با سینوس ایکس به دست میاد برای کسینوس هم میتونید اون دفعه از اینجا شروع میشه اینا رو دیگه باید مسلط باشی و بلد باشی من بس این الان بلدم من خواستم اینجا ایگرک مساوی با سینوس x را در بازه سفر دو پی یک دوره تناوب رسمش کنم شما مسلط بشی بعد به من گفته حالا چیکارش کن سینوس دو ایکس الان اینجا یعنی سینوس کا ایکس به علاوه یک من میخوام کای من عدد بزرگتر از یکه یعنی الان این سفر این دو پیه کا چون بس منقبضش میکند یعنی نمودار تو به چی تبدیل میشه گوش بده نمودار تو میاد دیگه به این صورت خواهد شد یعنی شروعت الان دیدی از دو پی بود دیگه نمودارت به این صورت خواهد شد شروعت از پی خواهد شد ببین اینجوری میشه درسته؟ یعنی البته اینه بهت بگم ها من بد نکشم اصلا این چیزش تغییر نمیکنه ها مقدار یک تغییر اینجا نمیکنه حالا بذار رنگ آبی بیارم یا اصلا جداش کنم بذار جدا بکشمش با این قاطی نشه قشنگتر بشه خب یعنی اگر میگه کا بزرگتر از یکه من میخوام رسمش کنم ببین اه. اینه میکشی به این صورت ولی اینجا رو دگی تهرا چیکار میکنی یعنی اینکه من بیام این رو انجام بدم به اندازه پی الان دو پیت به پی تبدیل شد یعنی در فاصله پی چرخید درسته؟ ولی اینا تغییر نکردن ها این منهایی که یک سر جاش حالا بعد به من چی گفته؟ یه واحد ببر بالا این یه واحد ببرم بالا یعنی تهش دیگه از کجا شروع میشه؟ حواست باشه یعنی ته نمودارت دیگه از اینجا شروع خواهد شد درسته یه واحد میره بالا دیگه از اینجا شروع میشه میره به دو یعنی به این صورت میشود درسته اگر دو اشتباه نشیم خب به این صورت خواهد شد یعنی این الان چی هست؟ ی مساوی با سینوس دو ایکس به علاوه یک امیدوارم از این کلاس درسم هم لذت برده باشی اگر حوصله کردی تا اینجا آمدی لایک و کامنت و دنبال کردن یادت نرود متشکر از لطف شما خدا نگهدار تا درس بعدی